دستش برده بالا میخواد بزنه نزده باید بزنی رسم زندگی هم همینش درسته تا تو رو نزدن باید بزنی وقتی زدن تو افتادی مردی دیگه رفتی تموم شد که قاسم سلیمانی فکر میکرد الان خامنی گفته بود من تو رو جانشین خودم میخوام بذارم کی کوده تا موتد خواست چند بار بزنه اینا رو گفت تو میخوای ولی فقیه میشه گفت تو آقا ولی فقیه که بود عمامه داشت توشو. گفت نه مگه نمیدونی گفتیم مشتاق نبود اشکال نداره تو رهبر انقلابی بعد از من خب اینجوری نگاش تا چه خرش کردن بیچاره رو که هیچ کاری نه نکنی خب حالا شریعت مداری که میان میگن بزنی یا انسان از همین مهمتر رئیس جمهور یک مملکت خره رئیس جمهور یک مملکت شده لاغر وزارت اتحاد داره فلان داره فلان داره رئیس رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی شده یه واو رو نمیذاره علی کسی بیاد پخش کنه همین آقای می وقتی بود اینا دو تاشون پا میشن میرن تو نتنز تمام اطلاعات کامپیوتری سانتر فوجیا همه فیلم میگیرن به دنیا نشون میدن بعد سازمان چه آمریکایی فیلم دیگه همتون دیدین فیلمشو من عکسش بهتون نشون میدم این فیلم همتون دیدین خود سازمان چه آمریکا یک مستند ساختینا توشه داره میگه آقا ما جاسوس نمیخوایم تو ایران همه خودشون برای ما کار میکنن اینا میگن آنوسی هستن این آنوسیا که از کتاب مقدس میخوان ایران نابود بشه اسرائیل نابود بشه و همه تلاششونه که ایران تو دنیا تروریست باشه ایران توی دنیا نابود بشه تجزیه بشه همونی که شاه محمد شاه گفته ایران تجزیه بشه اینی که اخیران خود میگن نفوذ نفوذ دیگه الان همشون دارن میگن نفوذ نفوذ یه نکته بگم میگن نفوذ نفوذ میگن این کار مجاهدین خلق اسرائیل آمریکا ها رو خودشون نمیگن چرا نمیگن انوسیا رو نمیگن ها انوسیا رو نمیگن که تو اکثر اینا بودن آقا چطور میشه یه تمام اسناد اتمی ایران میره اونجا بعد این اینقدر قوی هستن که تسلط دارن به هر کی مرچی میخوان بچپونن اسناد میفرستن اونجا چند سال پیش بن آقای بنیامین یتنیو میاد میگه محسن فخریزاد اسمشو به خاطر بسپارید حالا بقیه اینا زدن خودشون هم گفتن ما زدیم اونایی که زدن گفتن ما زدیم ولی این یکی الان در شرایط حساس اومدن بایدن رفتن ترامپ آخرین ضربه را اگه به ایران نزنن بوم 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 ما گفتیم بیرز رو سر رهبر و که رهبر نمی که اینا رهبر نمیکشن آقای علی تهرانی که فتوا داد گفت رهبرار بزنین بکشین همون هم اینا رهبرا نکشتن که زدم جنگ داخلی شد الان هم چون شرایط ایران و جهان حساسه این انوسیا میخوان که ایران یه جوری تحریک بشه به اسرائیل یک جرقه بندازه چه با خاک ایران یکسان کنه با خاک ایران میکنه اسرائیل شوخی نداره که تا هم عرب باش جنگیدن نتونستن غلطی بکنن او اتحاد جماهیر رو شوروی پشت سرشون بود الان که پوتین با پشت سر هیچ کس نیست که هدف نابودی ایرانه بعد نابود بشه ایران تکه تکه بشه به نفع همس به نفع پوتین هم است ایران تجزیه شده ضعیفتر تا اینکه بخواد شیعیان و مسلمان های منطقه ای که اون تحت تسلط شده درگیری به وجود بیاره و فلان اینا برای اسرائیل هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای چین هم خوبه چین هم که خریده گرفته اومده هر چه قدرت کمتر محدودتر بهتر پس اینا که الان دارن تحریک میکنن به زدن برای اینکه میخوان که جنگ راه بیفته ایران نابود بشه نابود بشه ایران همیشه تروریست باشه تو هیچ وقت نتونی بیرا سعید امامی که میاد شعار میده آقا ایران مال کرل ایرانیان هست نست میکشنه چون جرمی که یهودی بود این سهیونیست بود اصلا حالا این یهودی باشه یهودی های اصیل یهودی هایی که مثل آقای لالزار کنیسه تهران اینها ایران را ات جانشون بیشتر دوست دارن. با آنوسی ها فرق میکنن اینا چیزی تو کله کسی عوضی نره آنوسیای های لارجانیان همین که اعدام کردن توی سالها تیر خلاصی زدن شدن وزیر اطلاعات و مدیر اطلاعات و رفتن بالا و بعدم سپاهی بالا آقا تیر خلاصی زده هوادارای خودشون رو تیر خلاصی زدن چرا چون قدرت بگیرن ولی اون مردمی که پاکن هم شهری تو هم محلی تو هم مدرسه توی رفیق توی یهودیه اون که انوسی نیست ها انوسی ها فرق انوسیا کسانی هستند که به تبار خودشون خیانت کردن و الان هم خواهان اسحاق رابین رو ایگل امیر ایگل که میزنه یهودی خودش ولی اف از این های افراطی ان میگن اسرائیل نباید تشکیل بشه تا موشه بید. حالا من امروز میخوام به شما بگم محسن کیه واقعا فخری زاده این دخترش نوش پارمیس اکساشو تو صفحه اینستاگرامش میذاشت اینا با شورت و اینا بابا تو هیچ مشکلی نداری با اکس تو خیلی کار خوبی کردی کارم اینه که تو کردی چادر روسر این وقتی دور دمت کرد کسی به تو کاری نداره اصلا من نه از سری هم بگو بله نه من مسلمانم نه چادر روسری صاحب موقع خاک بر سر همین شما هم اخوندا حالا باباشم بابا بزرگی رو که زدن کشتن چون این یک ای درگیری داخلی این سه تا پسراش باش مشکل داشتن با هم درگیری داشتن این آقازاده بودن آقازاده گیگ میکردن در جریان مالی بوده با فریدون عباسی مشکل داشتن فریدون حالت خوبه فریدون خواستیم توی جواب بدی فریدون رئیس انرژی اتمی بوده استاد رئیس دانشگاه امام حسین بوده یه یعنی میگه از هستیاس و هستیار که کشتن, یعنی کشتن. اینا میخواستن بکشنش تا میذارن بمب این ماشینش دروام میکنه خودش میندازه با این سالم میمونه رفیق احمدی نژادی فریدون فرید تو هم لیست انوسیا بودی که داده بودن میگفتن تو هم انوسی هستی از اون قدیم تیم رفسنجانی بودن تو هم انوسی هستی فریدون عباسی الان شده وکیل مجلس و این از رقبای سرسخت محسن فخری زاده بود حالا داره هی میگه که فاق بگید فلان اینا همه آرتوبوته بعدشه الان این سندی که میشنوید هیچ جام نشنیدید دست اول هم هست همه این معادلات و حرفایی که تا حالا در رابطه درش دکونش رو میبنده تا به شما نشون میده که در شرایط کنونی جز یک نظام نمیتونید اینو بکشه تمام شهر رو قرق کردن که تو خیابون نبوده تا حالا ایش که نمیدونه چجوری تیراندازی شده و با اتوماتیک بوده یه نفر دیده نشده همه چیز الکترونیکی بوده همه راه دور بوده با 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 با. حالا این خانمی که صحبت میکنه تکسیه که میخونه که افراد نزدیک به فخری زاده نوشتن افرادی که بایش بودن خانواده شو خودش خوب میشناختن از پسرش گرفته حامد تا حتی آقای موسوی فرمانده فلان شمخانی شورای امنیت ملی هر کدوم سلامی اون یکی دیگه آقا همه سران رژیم و خانوادهش هر کدومشون یه ورژن متفاوت با دیگری دادن چون چی ندیده نمیدونه چی شده تا اون برقم قد شده فیلم هم نگرفتن از یه روز فیلمش در میاد چون فیلم رو گرفتن اون فیلم یه روز در میاد حالا گوش کنین که اینا از دع... ای حرف هم ده این حرفا مال 7 8 9 سال پیشه یعنی دقیقا از 9 سال پیش باز یکی دیگه دیگه دیگهش مال 8 سال پیشه دیگه دیگه دیگهش مال 7 سال پیشه من سرم کردم براتون مختصرش اینجا پخش کنم کل این رو ما با هم میچسبونیم میذاریم براتون در دسترستون که گوش کنید